درود به شما دوستان فلسفه امروز درباره مفهوم پرش ایمانی از دیدگاه کیرکگور فیلسوف دانمارکی قرن 19 هم صحبت می کنم نمیدونم اون نسخه فیلم بتمن به نام The Dark Knight Rises رو دیدید یا نه ترجمه فارسیش هست شوالیه تاریکی برمیخیزد در بخشی از این فیلم قهرمان داستان بروس وین زندانی میشه بروسوین شخصیت بتمن در دنیای واقعی بدون توانایی های عبر تبعیدگاه که درش زندانی ها رو به یک قار بسیار عمیق منتقل می کنند که بالا رفتن و فرار کردن ازش تقریبا غیر ممکنه. در اعماق غار پیرترین زندانی برای بروسوین حکایت می کنه که طی همه این سالها تنها یک نفر موفق شد از این زندان فرار کنه. بروسوین میپرسه چگونه موفق شده؟ پیرمرد پاسخ میده او از اون دیوار سخری بالا رفت خودش رو به اون سکویی که میبینی رسوند بعد از روی اون سکو به سکوی دیوار مقابل پرید و باز از اونجا بالا رفت تا فرار کرد. بروسوین تعجب میکنه چون فاصله بین اون دو سکو خیلی زیاده. اما با خودش میگه اگر انسانی موفق شده که این کار انجام بده پس من هم میتونم. هفته ها و ماه ها تمرین میکنه. موفق میشه که از اولین دیوار ای بالا بره و خودش رو به سکوی اول برسونه. اما هرچه تلاش میکنه موفق به پریدن از سکوی اول به سکوی دوم نمیشه. هر بار که میپره یکی دومت کم میاره و سقوط میکنه. البته محض احتیاط هر بار خودش رو با تناب به سخره ها میبنده که در صورت سقوط نابود نشه. هنگام نامیدی به پیرمرد میگه میبینی من تلاشم رو کردم اما موفق نشدم. پیرمرد میگه درسته تلاشت رو کردی اما همه توانت رو به کار نگرفتی. میگه من میدونم چرا موفق نمیشی. بین تو و اون نفری که تونست سالها پیش از این زندان فرار کنه تفاوتی هست اون چیزی که شما دوتا را از هم متمایز میکنه ایمانه میدونی ایمان یعنی چی؟ یعنی اینکه او برخلاف تو هنگام پریدن از سکوی اول به سکوی دوم خودش رو به هیچ تنابی متصل نکرد پرید با علم بر این که اگر به سکوی دوم نرسه سقوط میکنه و میمیره این پرش ایمانی بود که قدرت و نیروی لازم رو در لحظه آخر برای رسیدن به سکوی دوم درش ایجاد کرد. بروسفین برای بار آخر از دیوار سخری بالا رفت و این بار بدون اینکه خودش رو با تناب به سخره ها متصل کنه با همه قدرتی که در وجودش بود از سخری اول به سخری دوم پرید. این بار موفق شد. درست هنگامی که خودش رو با تناب به سخره ها نبسته بود. هنگامی که در شرایط یا مرد یا پیروزی قرار گرفت موفق شد از سکوی اول به سکوی دوم بپره و بالاخره از اون زندان وحشتناک فرار کرد این یک تعبیر از اون شکر که گور بهش میگه پرش ایمانی به انگلیسی leap of faith نقاط عطفی در زندگی وجود دارند لحظه هایی که ما اقلانیت رو تا جایی که میشد به کار گرفتیم و سعی کردیم تا جایی که میشد همه جوانب رو در نظر بگیریم و همه آماده سازی های لازم را انجام بدیم اما در لحظه موعود تردید میکنیم درسته که همیشه احتمال شکست وجود داره چون همه چیز در زندگی تحت کنترل ما نیست اما اگر دائما اجازه بدیم که شک و تردید ما رو فلج کنه و شهامت پریدن رو ازمون بگیره خودمون رو از امکان تجربه متعالی ترین بعد انسانیت محروم کردیم. سورن کیرکگور، فیلسوف مسیحی دانمارکی قرن 19 هم، که پدر مکتب اگزیستانسیالیسم حساب میاد، پرش بر مبنای ایمان رو متعالی ترین مرحله زیستن تلقی میکنه. سبک نگارش ادبی و پرقدرت کیرکگور و انسانگرایی عمیقی که در فلسفه او وجود داره، احساسی رو در خواننده برمیانگیزه که با حال و هوای فلسفه نیچه بیشباهت نیست. شاید به همین خاطر باشه که هر دوی اونها سردمداران اگزیستانسیالیسم در قرن نوزدهم به حساب میان. با اینکه خدا باوری کرکگور و خدا ناباوری نیچه اونها را از هم متمایز میکنه اما هر دو مثل هم علا رغم بیماری، تنهایی و فشار افکار عمومی تا آخرین لحظه از بیان بیپرده باورهاشون دست بر و از فردیت انسانها دفاع کردند. در زم هر دو فیلسوف تا لحظه آخر مطابق فلسفهشون زندگی کردند. کرکگور معتقد بود که انسان با دو نوع حقیقت سر و کار داره. حقیقت ذهنی که از طریق تجربه فردی و درونی بهش میرسه و حقیقت عینی که اون رو به طور عینی بیرون از خودش تجربه میکنه. در دستگاه فلسفه کرکگور حقیقت عینی حقیقتی است برای دانستن در حالی که حقیقت ذهنی حقیقتی است برای زیستن. کرکگور در زمان زندگیش به سه نهاد مختلف شدیدن انتقاد کرد. نقد اول او به کلیسای مسیحی بود کلیسا رو متهم نابودی فردیت انسان و صد راه تجربه ایمانی در افراد می نقد دوم او به نشریات و روزنامه ها بود و اونها رو متهم می کرد به جهت دهی افکار عمومی با هدف یکسانسازی باورها از بین بردن اندیشه های فردی و به طور کلی ممانعت از اندیشه ورزی. نقد سوم او به فلسفه هگل بود او هگل رو متهم می کرد به فروکاست انسانیت به تاریخ بشری و محو کردن فردیت انسان از بطن فلسفه. او معتقد بود که هیچ یک از حقایق عینی فلسفه هگل عنصر اصلی زندگی فرد نیست بلکه حقایق ذهنی عنصر اصلی زندگی فرد هستند. از دید او حقیقت ذهنی حقیقتی که برای یک انسان حقیقت داره حتی اگر برای هیچ انسان دیگری حقیقت نداشته باشه. کرکگور به خاطر انتقاداتش در سه جبه مورد حمله قرار گرفت. قدرتمندان کلیسای مسیحی، صاحبان نشریات و روزنامه ها و همچنین بسیاری از اساتید فلسفه به دشمنی با او برخواستند. با این وجود تا انتها در فلسفه ورزیش برای دفاع از مردمی که فردیتشون زیر پتک کلیسا رسانه ها و نظام فلسفی هگلی خورد میشد دست نکشید او حتی وصیت کرد که روی سنگ قبرش فقط بنویسند The Individual یعنی یک نفر جهت تاکید بر اهمیت فردیت انسان کرکگور در فلسفه خودش بر این باور بود که تجربه انسان از زندگی سه سطح داره سطح اول استتیک مود اف لایف یعنی زیبایی دوستی و بهرهمندی از زندگی با هدف لذت سطح دوم ethical مود of لایف یعنی زندگی با هدف پایبندی به ارزش های اخلاقی سطح سوم ریلیجیس مود اف لایف هستش که البته منظورش اون دین و مذهبی که در معنای عرفی ازش یاد میکنیم نیست منظورش پریدن بر مبنای ایمان و خود رو به یک فضای ناشناخته پرتاب کردنه برای زیستن پرشور و هیجان و تجربه اون چه انسان فقط از درون و از طریق ایمان میتونه تجربهش کنه یعنی ارتباط مستقیم با حقیقتهای ذهنی که فقط برای خود فرد مشهود و قابل تجربه است البته همه ای انسان ها الزامن هر سه سطح زندگی رو تجربه نمی کنند. تقریبا همه ای انسان ها سطح اول یعنی لذتگرایی و زیبایی شناختی رو تجربه می کنند. اده زیادی از اونها وارد سطح دوم یعنی اخلاق گرایی می شند. اما تعداد کمی از انسان ها متعالی ترین سطح زندگی یعنی پریدن بر مبنای ایمان رو تجربه می کنند. خب آیا شما در زندگیتون پیش اومده که چیزی شبیه پرش ایمانی کرکگور رو تجربه کرده باشید؟ جایی که دل به دریا بزنید و بر اساس ایمان جلو برید؟ از اینکه با محبت و علاقه از کانال آوای فلسفه حمایت می کنید بی نهایت سپاس گذارم خردیار و نگهدارتون.